در شب بخیر ایرانهای گذشته توضیح دادیم که دنیای حقیقی با دنیای واقعی فرق میکنه و دانشمندان میخوان تلاش کنن یک دنیای واقعی خوب برای تو درست کنن تا دنیای حقیقی من و تو نابود بشه و تصوف و عرفان نگرشش رو دنیای حقیقیه. امروز رازی رو برای شما فاش خواهیم کرد که بدانید واقعا تمام جهان اشتباه میکنه الاری سارت و همه دانشمندان اشتباه میکنن الاری سارت و فقط ما ایم که داریم درست میگیم خدمت شما که فقط تصوف و عرفان درست میگه و دانشمندان هر چی که میگن آنها میدانند و میبینند. پس بشین سر جات حسینی، دم مزن تا دم زند بهر تو روح. Welcome to 113، خوش آمدید به 113 قسمت ریستارت، خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال. خوش آمد. عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلها رو، زمستون رو دک کنیم، زنده کنیم بهار رو. سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتها یه رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق. خب خیلی خوش اومدید به برنامه 113 همه ریستارت و مرسی که این برنامه رو دارید گوش میکنید و فعلا شده هفته یه دونه، ولی بعدن هم اضافه خواهد شد به خاطر اینکه برنامه جدیدی به نام طلوع امپراتوری کوروش آغاز شده که حتما لطف کنید هم گوش کنید هم به دیگران بفرستید تا گوش کنن، حتی اگر شده سیدی کنید، اگر شده فلایر چاپ کنید، تو خونه های مردم بندازید، به هر حال بسیار بهشون کمک خواهد کرد. در شب بخیر ایرانهای 25-6 که شماها نشنیدین، ما یه برنامه‌ای رفتیم به نام دنیای حقیقی و دنیای واقعی و در اون برنامه توضیح دادیم که دنیای حقیقی اصلا هیچ ربطی به دنیای واقعی
نداره. در دنیای واقعی صندلی هست و تو هستی و من، ولی در دنیای حقیقی نه تو هستی و نه من و نه صندلی. در دنیای واقعی دایره موجود نیست، ولی دانشمندان دایره را به صورت فرضی قبول کردن و در دنیای حقیقی فقط دایره وجود دارد. در دنیای واقعی گرگ مرا میخورد، اما در دنیای حقیقی اصلا اینجوری نیست. یعنی اگه یه گرگی قرار باشه منو بخوره، به سادگی بنده میتونم از فاصله بین الکترون و هستش خارج شم. یعنی وقتی دست منو گاز میگیره فقط دندوناش باید بخوره به هم. اما چرا گرگ مرا میخورد؟ چون در دنیای واقعی گرگ بیلیف و باورش از من تو خیلی بیشتره به خوردن. یعنی اون مطمئن ما رو میخوره، ولی ما مطمئن نیستیم که اون اصلا نمیتونه ما رو بخوره. و اگر ما بفهمیم که واقعا هیچ گرگی نمیتونه ما رو بخوره، اون وقت ما رو نمیتونه بخوره. پس تا وقتی که ما نمیفهمیم و یک انسان رو میندازن در قفس شیر و شیر او را میدرد، هیچ فرقی بین انسان، گوسفند، الاغ، احمق وجود ندارد. شباهت کامل دارند. زیرا گرگ وقتی گوسفند را میدرد، گوسفند دانش ندارد. گوسفند چیزی نمیداند از علم. علم واقعی، نه سواد، نه دانشمند. دانشمند یعنی سواد. به همین خاطر گرگ کسی را میخورد که اونم نمیداند و نمیبیند. اما بشر تنها موجودیه که نمیتواند توسط گرگ خورده شود و نمیتواند گوسفندی را بخورد. اینش میگن دنیای حقیقی. و به شما گفتم که دانشمندان یک چیزهای فرضی رو آفریدن و صرف نظر کردن تا در دنیای واقعی خودشون یک فضای مجازی تولید کنن تا من و تو به عنوان مثال بتونیم زندگی راحت تری داشته باشیم. یعنی این که من الان میتونم همزمان با مادرم اسکایپ صحبت کنم بدون هیچ وسیله‌ای، ولی این وسیله رو خلق کردم برای اینکه من و تو این موضوع رو نفهمیم. آیا دانشمندان راست میگن یا دروغ میگن؟ طبق قضیه‌ای که در برنامه‌های شب خیران توضیح دادم، به شما عرض کردم که 100% دارن دروغ میگن. یعنی اگر تمام دانشمندا رو ما بتونیم تو یک تلویزیون جمع کنیم و ازشون سوالی رو که من میپرسم بپرسیم، قطعاً اونها سکوت خواهند کرد. نمیگم حتما جواب نمیدن، ممکنه جوابی بدن که بقیه به ریششون بخندن، و ولی قطعا سکوت میکنن. و اینکه چرا شما از دایره صرف نظر میکنید و ما نمیخوایم این صرف نظر رو داشته باشیم، و اونها سکوت میکنن. در دنیای حقیقی یک همان 10 میلیارده و 10 میلیارد منهای 100 میلیارده و مساویان. اما در دنیای واقعی من و تو یک با 2 مساوی نیست. 2 یه خورده بیشتر از یکه و منهای 1 کمتر از یکه و 0 این وسط ها گیره. در دنیای حقیقی 0 همه چیز روش بنا میشه، اما در دنیای واقعی 0 بعدش 1 و قبلش هم منهای 1 یا هر چیز دیگه ای که دانشمندان میگن. در برنامه دیگری در شب بخیر ایران، چون رب داره برنامه، من توضیح دادم تخت نرد و نمیدونم شنیدین یا نه، ولی خیلی کوتاه 1 دقیقه توضیح بدم که بتونیم مبحث امروز رو آغاز کنیم. در تخت نرد من توضیح دادم که بازی ایرانی هاست و این تخت نرد بسیار مهمه، و اگر کسی واقعا علم تخت نرد داشته باشه، وقتی داری باش بازی میکنی میتونه بفهمه تو کی میمیری، کی باید میمردی، کی هستی، چی هستی، همه چیز تو میتونه بفهم. بنای تخت نردم روی وقتی که بازش میکنی تخت نرد، 2 صفحه روزگار رو میبینی، توش بالاها دندانه های وجود داره که 12 ماه تو رو نشون میده. 12 دندانه وجوده، 6 تا این ور صفحه است، 6 تا اون ور صفحه است. سمت شما 12 ماهه و سمت منم 12 ماه. این 12 رو با 12 بالا که جمع کنی میشه 24 ساعت روز برات به دست میاد. حالا اگر مهرهایی که دست من و تو هست رو هم بذاری میشه 30، و این 30 روز 1 ماه رو تشکیل میده، و پشت 6 1 رو گذاشتم برای اینکه تو بفهمی 7 روز هفته توش هست و خیلی چیزهای دیگه. هنگامی که شما تاس رو میریزید روی صفحه تخت نرد، شما میتونید بعد از ریختن 1 تاس میلیاردترین مرد جهان شی و میتونید فقیرترین مرد جهان شی. اما تو چون موضوع تاس رو نمیدونی و موضوع این قضیهی که ماز بالاییم و بالا می رویم، ماز دریاییم و دریا می رویم رو نمی دونیم، من و تو به همین خاطر هر وقت که تاس می ریزیم به عنوان یک لهو و لعب ازش استفاده می کنیم. و در فضای بیگ بنگی هم همین توضیح رو دوباره دادیم که اگر بمیریم
و از حباب سیستممون خارجیم، وارد یک جهان دیگری میشیم که بیلیاردها بیلیارد میلیارد حباب یونیورسی مثل ما، یعنی بیگ بنگ هایی مثل ما تولید میشه. اما ما ز دریای ما دریا میرویم، اونجا دریایی وجود داره که با هر موجی از این دریا میلیاردها بیلیارد حبابی تولید میشه که هر حبابش توش یک بیگ بنگی اتفاق میفته. توی این حباب و این بیگ بنگی که رو کف دریاست و عبارتی اسمش هست، جهانی توش به وجود میاد که یک کره زمینی توش هست که یه چیزای دیگه هم توش هست و میلیاردها بیلیارد ستاره و سیاره. اما راز بزرگی که دانشمندان در این مدت سکوت کردن و چون نمیدونن و نمیتونن پاسخی برای اون بدن، رازیه که اثبات میکنه که فقط ما درست میگیم. در فیزیک کوانتوم آقای آلبرت اینشتین یک جمله ساده داره و اون که انگار خدا داره با کره زمین تخت نرد بازی میکنه. حالا این مال اینشتین باشه یا نباشه درسته، فرقی نمیکنه، یعنی انگار هر موجی که از دریا خارج میشه بیلیارد ها میلیارد یونیورس تولید میکنه و موج بعدی میلیارد ها بیلیارد یونیورس دیگه، انگار یه تاس جدید ریخته شده. پس چرا این مسیر در حال حرکته و چه چیزی وجود داره که من و تو همدیگر رو اینجا میبینیم و انا الیه راجعونی که آیه مولوی میگه یا ز بالاییم و بالا میرویم رو نمیفهمیم؟ در فیزیک کوانتوم هر آن چیزی رو که دانشمندان در این 500 سال پیش آفریدن، به قول شما دوستان که شما موبایل داری و ماشین داری اینا، همش دروغ بوده. یعنی در اصل دانشمندان رازی رو برای شما فاش نکردن که شما به جای سواد که یعنی سیاهی وارد تصوف و عرفان بشی، یعنی امپراتوری کوروش رو در جهان اعلام کنن. راز چیه؟ یه توضیح کوتاه مختصره بسیار ساده براتون میدم تا بتونیم که همه اون کسانی که به هر حال این فضا رو نمیشناسن یه اطلاعات کوچولوی توش داشته باشن. یانگ یک دانشمندی اومد یک حرکت ساده انجام داد. سعی هم میکنم خیلی آروم و ساده توضیح بدیم به خودمون و شما. موضوعش هم خیلی ساده بود. یه سوراخ درست کرد، هوای تاریک و یه جعبه توش یه سوراخی درست کرد، یه دونه نور از توش رد کرد. نور که رد شد ازش رو صفحه یه چیزی افتاد. خیلی هم منطقیه، دقیقا انگار که من یه سوراخی درست میکنم و یه گلوله شلیک میکنم، گلوله از تو سوراخ با دوربین های خوب داشته باشم رد خواهد شد. یانگ یه کار دیگه هم کرد، دو تا سوراخ درست کرد و این دو تا سوراخی که درست کرد، نور رو که ازش رد کرد، دعوای بین دانشمندا رو تا حدودی حل کرد، اما بدون اینکه بفهمه چیزی رو کشف کرد که خود آلبرت اینشتین کشف کرده بود ولی مسخرهش میکرد. هنگامی که نور از این دو سوراخ رد میشه، حالا من اصطلاحا میگم نور رد میشه، اگر نور ذره‌ای باشه باید از یه سوراخ رد شه، چون دانشمندا گفتن نور ذره‌ای یعنی تشکیل شده از فوتون. حالا من میخوام باز کنیم تا نورم توضیح بدم. در یک حالت احتمال داره که از دوتا سوراخ رد بشه، ولی نور رو که رد کرد یانگ دید از دوتا سوراخ همزمان رد شد و نشون داد که نور موجیه. یعنی اگر ذره‌ایه باید از یه سوراخ رد بشه، وقتی که از دوتا سوراخ میذاریم باید بازم از یه سوراخ رد بشه. یعنی مثل که من یه گلوله شلیک میکنم، دو تا سوراخ رو دیوار درست میکنم، وقتی گلوله رو شلیک میکنم گلوله دو تا میشه، از دو تا سوراخ همزمان رد میشه. یعنی گلوله یه دونه واقعی من تبدیل میشه به دنیای حقیقی دو گلوله و دو سوراخ و رد میشه. پشت این دو سوراخ تداخل هایی به وجود میاد که حالا ما نمیخوام راجع به علمی حرف بزنیم. صفحه اون پشت سیاه و سفید میشه، یعنی تاریک و روشن میشه. وقتی تاریک و روشن میشه دو فرمول به وجود میاد، یعنی نشون میده که نور هم ذره‌ایه هم موجیه. اهل تصوف و عرفان چیزی دیگری گفتن که هنوزم دانشمندان کشف نکردن. مولوی نگرشش به عبارتی
و اهل تصوف و عرفان این است که نور دو حالت نداره، هم موجی هم ذره‌ایه و هم یه چیز دیگه است که برنامه 200 به بعد خواهیم گفت. در حالت سوم که حالا هنوز دانشمندان نمیدونن 500 سال 1000 سال دیگه نمیدونیم کی، اما حالت دیگری را برای نور نشان میده مولوی که نشون میده هم ذره‌ای هم موجی هم یه چیز دیگه است. ما اونو راجعش نمیخوام حرف بزنم. خب الان تو شنونده میگی که خب آقا حالا یا موجی یا ذره‌ای چه فرقی میکنه؟ با این مثال موضوع رو متوجه میشه. فرض کن الان سرتو بالا کردی و ماهو نگاه کردی. زمانی که سرتو پایین میاری ماه وجود دیگه نداره. تفاوت موجی و ذره‌ای اینه که شما هر وقت که به آسمان نگاه میکنی ماهو میبینی، هر وقت سرتو اووردی پایین دیگه ماهی وجود نداره. یعنی دانشمندان قشنگ میشینن بررسی میکنن و میگن دقیقا درست میگه حسینی، اصلا ماه اون بالا نیست، یعنی ما ماهی نداریم اون بالا. و چرا تمام مردم کره زمین ماهو میبینن و تازه اعراب بر اساس قمری ماهو تنظیم میکنن یا مثل امروز میگن قمر در عقرب شد؟ این سواله. باید ببینیم چی میبینیم. شما نگاه کنید، فرض کنید یک ستاره ای رو در آسمان شب نگاه میکنی، این ستاره مثلا 1000 سال نوریه. 1000 سال نوری رو مثلا شما فرض کن مثلا 15 میلیارد مثلا مایل، نمیدونم 20 میلیارد کیلومتر مثلا، جوری فرض کن 20 میلیارد کیلومتر ما فاصله دارم، تو چی بینی؟ این اولین سوال ساده است. در اون ستاره یک فوتون آزاد شد، اینطوری فرض کن، یعنی یک ذره از نور آزاد شد. زمانی که شما این ذره آزاد میشه، نور ممکنه که در میدان گرانش یا در ستاره های نوترونینا روش اثر بذارن، انحراف پیدا کنه، اما زمانی که این نور رد میشه با اون همه مسائل اینا، اتمسفر ما هم که بهش ربطی نداره، این نور میاد میخوره به چشم من، وقتی سرمو همزمان بالا میکنم میخوره به چشم من، چشم من این نور رو میفرسته توی شبکیه و من میبینم، مغز من فرمان میده که موجودی وجود داره که نوری از اونجا به وجود اومده. حالا اگر من این اون لحظه سرمو بالا نکنم، اینجا گیر شروع میشه. اگر من سرمو بالا نکنم و این ستاره رو نبینم، 20 میلیون سال دیگه موجود دیگری نوری میبینه که این ستاره یه چیز دیگه است و یه جای دیگه است. یه خورده سخت شده، میدونم. دقت کنید، خورشید نورش میاد به کره زمین، میخوره به درخت، تو میبینی. حالا فرض کن من همین الان در عرض کمتر از یه ثانیه خورشید رو ور میدارم، خورشید چجوری نور رو به من و تو میرسونه؟ اولین فوتون میاد، دومی میاد، سومی میاد، چهارمی میاد، پنجمی میاد. حالا اگه من خورشید رو ور دارم، این پنجمیه دیگه نیست، یعنی ذره ای که از خورشید میخوره به این درخت با ذره قبلی که میخوره به این درخت و ذره بعدی که میخوره به این درخت اصلا شبیه نیستن، یک حالت دیگه ای دارن. توی فیزیک کوانتوم اومدن یک آزمایش دیگه ای کردن. یعنی چیکار کردن؟ گفتن که خب حالا که نور از دوتا سوراخ رد میشه، یعنی موجیه. موج یعنی که من یه سنگ میندازم توی دریا، یه موج درست میشه. این موج هر زمانی که بخوره به یه چیزی، اون زمان این موج قطع میشه. حالا اگر من سنگی جلوی این موج نذارم، این موج دریا، یا من واجلوش وای نستم، این دایره شکلی که توی موج به وجود داره ادامه میده، درست زمانی قطع میشه که من حضور داشته باشم و این رو ببینم و بخورم بهش. میتونستم جلوتر باشم یا میتونستم عقبتر باشم؟ خب این یعنی چی واقعا؟ اومدن آزمایش دیگری کردن، اومدن گفتن که ما یه دیوار میکشیم جلوی این نوری که میخوایم بزنیم به دیوار، ببینیم نور چجوری حرکت میکنه.
زمانی که دیوار رو کشیدن شخصیت نور عوض شد، یعنی فوتون مسیرش رو تغییر داد، کار دیگه ای کرد. گفتن مگه این فوتون چطوری فهمید این کار دیگه ای کرد؟ چرا موجی به تبدیل شد به ذره‌ای و هر وقت دلش میخواد تبدیل میشه به موجی؟ اومدن چیکار کردن؟ اومدن تصمیم گرفتن زمانی که فوتون رو ول کردن، برای اینکه بدونی یعنی چی، یعنی فرض کن من گلوله به سمت شلیک کردم، دقیقا فهمید چی شد، ولی گلوله تصمیم میگیره کجا بره نه من. خیلی جای سواله. من گلوله رو به سمت سر شما شلیک کردم، گلوله وسط راش تصمیم میگیره که به کدوم سر بخوره. یعنی مفهومش اینه، یعنی موجی یا ذره‌ای بودن انقدر با هم فاصله داره. اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن اول شاید گلوله رو ما باید شلیک کنیم، بعدش اون دیواری که جلوی حسینی گذاشتیم میکشیم عقب و بعد این گلوله مستقیم میاد به صورت ذره‌ای میخوره تو کله حسینی. اومدن چیکار کردن؟ اومدن این گلوله رو شلیک کردن، مثال گلوله‌ای میذارم، شلیک کردن و زمانی که داشتن این دیوار رو میکشیدن عقب، قبلش این نور تصمیم گرفت موجی شد. یعنی نور هموطن فوتون فهمید که تو آینده میخوای چیکار کنی. اینجا راز بزرگ کشف شد. یعنی نور فوتون لحظه ای که گلوله رو شلیک کردن اونجا تصمیم گرفت و فهمید که تو یه دیواری رو کشیدی که قراره یک هزارم ثانیه بعد بکشیش کنار، گفت خر خودتی، از اون ور رفت دوباره. این رازیه که دانشمندان نمیخوان راجبش حرف بزنن. این راز یعنی چی؟ یعنی اینکه ستاره‌ای که منفجر شده تا بشر نبینش وجود نداره. یعنی اگر در کره زمین آدم زندگی نمیکرد که اینو ببینه، ستاره‌ای وجود نداشته. یعنی نور علاوه بر این که موجی ذره، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند، روزان و شبان ما سمیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی هر آن چیزی رو که در جهان توسط نور داره زندگی میکنه، نور تصمیم میگیره که چی باشه و نور در آینده و در گذشته سیر میکنه و جا به جاییشو میکنه در کمتر یک میلیاردیوم ثانیه. یواشاش داریم جورو که خود بیشتر باز کنه. یعنی نور تصمیم میگیره که صندلی شما چه شکلی باشه، نه شما. یعنی نجار صندلی درست نکرده، نور تصمیم گرفته صندلی چه شکلی باشه. و اسمی نمیزنن خیال. یعنی شما بر اساس خیالتون یه چیزی رو تولید میکنین و یه چیزی میزنین و یه چیزی رو به وجود میارین. اگه بخوایم عامیانه حرف بزنیم یعنی چی؟ یعنی جهنمی و بهشتی وجود نداره و هم جهنمی وجود داره و هم بهشتی. مثال میزنیم، فرض کنید که یک جعبه داریم، یک ذره میذاریم تو این جعبه منفجرش میکنیم، رادیواکتیویتی است. یه گربه هم تو این جعبه گذاشتیم، یه مثال دیگه که دانشمندان زده. وقتی که این ذره رادیواکتیو منفجر میشه تو این جعبه‌ای که ما توشو ندیدیم، دقت کنید، توشو تو این جعبه رو ما ندیدیم، یه گربه گذاشتیم توش، یه دونه ذره هم گوشیم منفجر شه. لحظه‌ای که این ذره منفجر میشه دستور دادیم که یه چکش میره تو مخ گربه، گربه رو میکشه. یعنی با انفجار این ذره رادیواکتیو و آزادی مثلا فرض کن اون فوتون، این گربه حتما میمیره. اما در دنیای واقعی همه میدونیم میمیره، اما در دنیای کوانتوم اصلا اینجوری نیست. یعنی شما در جعبه رو که وا میکنی با دو شکل، با دو موجود روبروی، یک گربه مرده که رو زمینه و یک گربه زنده که وایساده. یعنی لحظه آزادی این نور، این انفجار رادیواکتیویته، این گربه هم مرده هم زنده است. این قابل فهم نیست اصلا. یعنی شما داری گناه میکنی، هم گناه نکردی و هم گناه کردی، چون نور داره میخوره تو چشما. شما زمانی که داری سر یک نفر میبری تو زندان اوین، هم سرشو بریدی هم سرشو نبریدی.
هم مردی هم نمردی. ذره‌ای و موجی بودن انقدر تفاوت داره با هم. یعنی جهان تو بر اساس نور داری میبینیش و این نوره که تصمیم میگیره جهان چه شکلیه و شکل حقیقی این جهان اون چیزی نیست که من و تو میبینیم. یعنی به عبارتی دانشمندای جملهش جوک بامزه‌ای دارن، میگن امیدواریم همینطور که به ماه نگاه نمی‌کنیم طور خدا ماه باشه. یعنی قبول دارن اگه به ماه نگاه می‌کنن و ماه هست، زمانی که به ماه نگاه نمی‌کنن ماه نیست. پس دوباره اون ستاره رو از اول مرور می‌کنیم. هنگامی که یک ذره در اون ستاره منفجر میشه، هزار سال نوری با ما فاصله داره، اگر موجی باشه به صورت دایره، موج به صورت دایره است دیگه، این یه فوتون به صورت دایره از اون ستاره جدا میشه. یک کیلومتر، دو کیلومتر، صد کیلومتر، هی بزرگ میشه. دیدی که دایره هایی که شما یه حباب یه سنگ بنداز تو دریا میبینی که هی دایره هی داره بزرگ و بزرگتر و بزرگتر میشه. شما زمانی که داری این نور رو میبینی، زمانی که دایره‌ای که توسط اون فوتون آزاد شده 500 میلیون سال نوریه به این بزرگی و فوتون در تمام جاهای به جای این موج وجود داره. و اگر بشر آفریده نشه و این ستاره رو، این نور رو نبینه، ستاره ای نیست. یعنی اگر بشر نباشه اصلا سیاره ای نیست، کهکشانی نیست. حتما باید یه موجودی باشی که اینو ببینه تا اون شکل پیدا کنه. یعنی من زمانی که میبینم این ستاره رو، ستاره تازه به وجود میاد و فقط بشر میتونه اینو ببینه و موجوداتی که بتونن اینو ببینن. اگر ببینن اون زمان میشه مثل یه سدی که این موج تغییر پیدا میکنه و شما به سادگی اونو میفهمی. آیا بشر جای دیگه میتونه اینو ببینه؟ بعد میریم سراغ بدنت، میبینیم که در بدن شما، شما زمانی که میخوابی دنیای حقیقی آغاز میشه. روح در دنیای حقیقی داره زندگی میکنه و در دنیای مجازی جایی نداره مگر اینکه در بدن تو. یعنی روح من هیچ وقت نمیتونه از بدن من خارج شه. خارج چی میشه؟ مرگ. پس انسان زمانی که میمیره چی میشه؟ زمانی که انسان میمیره، تصمیم گیری روح که حالا بازم باش فرق میکنه، به این میشه که این موجود زنده باشه یا زنده نباشه. یعنی هم گربه مرده هم گربه زنده است. یعنی همین الان که من دارم با تو حرف میزنم، هم مردم هم زنده ام. مولوی هم برای همین میگه هر زمانی من هم زنده ام میمیرم صد بار زنده میشم. اونها تونستن فوتونی از خودشون خارج کنن و به یک نیروی برسن که عرضم حضور شما که بتونید موجود رو ببینید یا بتونید زندگی کنید. خلاصه در فیزیک کوانتوم و فیزیک که دانشمندا دارن واسه شما توضیح میدن، اگه بخوایم توی یه خط نتیجه گیری کنیم، یعنی این که هیچ چیزی در جهان وجود نداره هموطن و من و تو اصلا اینجا نیستیم. جهنم و بهشتی وجود نداره، زیرا هم جهنم هست هم نیست، هم تو گناهکار هستی هم نیستی، هم دروغ گفتی هم نگفتی، هم میتونی باشی هم میتونی نباشی. زمانی که یک موجود دیگه‌ای در جعبه رو وا کنه و منو ببینه که هستم یا نیستم، اون تصمیم میگیره که من مرده باشم یا زنده. یعنی وقتی بمب گذاشتن منفجر کردن تو هیروشیما، تمام اون آدمایی که در اونجا مردن، ما تصمیم گرفتیم اونها رو کشتیم، نه اونها بمیرن. زیرا لحظه رادیواکتیویته، نگرش فوتون‌ها و آزادی فوتون‌ها، اونها در همون لحظه که بمب منفجر شد هم زنده بودن همشون، هم مرده بودن همشون. ما مردم کره زمین تصمیم گرفتیم اونا بمیدن و چون تعدادمون بیشتر شد اونا مردن. اگه یک نفر فکر میکرد که این منفجر میشه هیچکی نمیمیره و بقیه میگفتن هیچکی نمیمیره و من میگفتم میمیره، اونا حتما نمیمردن و بمب اثر نمیکرد و هیچ گرگی منو نمیتونه بخوره. گرگها باور دارن که ما رو میتونن بدرن و اگر مردم کره زمین باور کنن که هیچ وقت گرگ نمیتونه اونها رو بخوره و اونها از بین فاصله الکترون و هسته خارج میشن، حتما نمیخوره. یعنی فردا همه میریم توی باغ وحش هیچ مار نمیخوره. اینو نمیشه فهمید. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، یعنی همین، یعنی که شما نمیتونی اینو بفهمی. جمله جهان ویران شود و از عشق هر ویرانی با نوح هم کشتی شود.
پس محرم طوفان شود. طوفان اگر ساکن بودی گردان نبودی آسمان، زان موج بیرون از جهت این شش جهت جنبان شود. ای ماند زیر شش جهت، هم غم بخور هم غم نخور. دقیقا داره همینه میگه. ای ماند زیر شش جهت، این سه بیت کمدی ترین سه بیتیه که تمام روحانیت میبره روح. حالا من بعدها یواشاش میفهمیم. پس خب شما میگی من کار خوب کردم میرم تو جهنم، ما میگیم بله. شما میگی من کار خیر کردم چجوری میرم تو جهنم، داریم این توسین سه بیت داریم توضیح میدیم با همین نگرش دانشمندانی که الان شما قبولشون دارین. همشون میگن که دنیایی وجود نداره. دقت کن، میگه جمله جهان ویران شود و از عشق هر ویرانی با نوح هم کشتی شود، پس محرم طوفان شود. با نوح هم کشتی شود، محرم طوفان شود. یعنی چی؟ یعنی که با بچه های اوین هم رفیق میشه که میکشه زندانیه رو و فامیل زندانیانه. یعنی همین، یعنی دقت کن. طوفان اگر ساکن بودی گردان نبودی آسمان، زان موج بیرون از جهت این شش جهت جنبان شود. ای ماند زیر شش جهت، به من میگه ماند زیر شش جهت، یعنی من و تو حسینی تو. ای ماند زیر شش جهت، هم غم بخور هم غم مخور، کان دانه ها زیر زمین یک روز نخستان شود. در غزل شماره 728 مولوی یه بیت شاهکار داره، میگه که نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشه. میگه ازرائیلی هیچکی رو نمیکشه، همه اونایی که ریستارتی میشن و میرن پیش انسان کامل و یه چیزی بهشون میده و فوتون یاد میگیرن از خودشون آزاد کنن و بین مرده و زنده موندن میفهمن و میشن یک موجودی که سیر میکنن به 70,000 عالم و همون موقعی که قاشق تو دهنشونه ننشونم میبینن و میفهمن ننهی نیست و قاشق نیست و وجود نداره، جای دیگه ای دارن سیر میکنن در حرکت موجی تفکری خودشون و ولی قبول دارن که ننه یست و بعد بهش متاسفانه احترام بذارن. نیست اسرائیل را دست و رهی بر عاشقان، میگه هیچ اسرائیلی جون تو رو نمیگیره، ادیان دارن دروغ میگن. آقای ریستارتی عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. دشمن خیشیم و یار اونک ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. کمپلت همه را مسخره میکنه مولوی در همین یه بیت. شما کی دیدی که یه کسی تو دریا به خاطر اینکه دریاست بمیره؟ اصلا خیلی مسخره است. یعنی مولوی میگه غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد، دقیقا اشاره میکنه، میگه میدونی کی تو رو داره میکشه؟ میگید نه. میگه حرکت ذره فوتون نیست، لاموجی نیست، سومیه که قراره برنامه 200 به بعد توضیح داده شه. میگه غرق دریاییم، میگه من دریام، میگه دریا رو من نمیکشم، تو نمیکشی، جهان نمیکشه، دریا رو خود دریا میکشه، یعنی آب خودشو میکشه. من الان وایستادم خونم هست، موج دریا میخوره تو خونم، من میمیرم، منطقیه. ولی اینکه موج دریا میخوره تو دریا، دریا رو میکشه، با مزه است. دشمن خیشیم و یار آنک ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. نیست اسرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. پس جهنم هم هست هم نیست. شما هر کاری بکنی 100% جهنمی و هر کاری بکنی 100% بهشتی. برای همین تصوف میگه آقا هر چیزی در وحدت وجود به وجود میاد اون خوشگله دوستش داره، چه بد باشه چه خوب. یعنی
لازمه دوست داشتنه. به همین خاطر میگه هر ذره در جهان هستی است، چه حسینی بد، چه حسینی خوب، چه هر چیزی که در جهان هست، چه گذشته و چه آینده، هر چی آفریده شه، چون هو داره این کارو میکنه، همش اینو دوست داره و از کشته شدن هر کدوم از اینا گریه میکنه و ناراحت میشه. به همین خاطر به یونس میگه تو اشتباه کردی که عذاب ناراحت شده، مینازش توی شکم ماهی. اینا داستانه. به موسی میگه خوشحال شدی که اون نفر کشتی. به نوح میگه کیف کردی که کشتی حال کردی دیگه، همه مردن و تو موندی، خیلی خوشحالی الان. این داستان دینی کلا میره کنار، این ترسی که به تو دادن کلا میره کنار، چیز دیگه ای وجود داره. در شعر مولوی اون دفعه واسهتون خوندم ولی مهمه اینا. هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست، جمله در تغییر و سیر سرمدی، ذره ها پیوسته شد با ذره ها، تا پدید آمد همه ارض و سما. پیوستگی ذره ها با ذره ها آسمان و زمین رو به وجود آمد، تا که ما آن جمله را بشناختیم، به هر یک اسم و معنا ساختیم. ببین خیلی قشنگ راز کوانتوم و فاشگر میگه. میدونی چرا ما فهمیدیم این کهکشان راه شیریه؟ میگیم نه. میگه اگه ما اونا رو نشناسیم اونا وجود ندارن. بهر هر یک اسم و معنا ساختیم. یعنی بشر وقتی اومد تو کره زمین قبول کرد کره زمینی وجود داره. پس چرا حضرت آدم و حوا به قول ادیان وارد زمین شدن؟ چون الان فکر میکنن تو زمینی وجود داره، برای همین تو زمین گیرن. پس آدم و حوا الان کجان؟ آدم و حوا تو یه جایی هستن که توضیح دادیم قبلا براتون. کجا؟ ناکجا. یه جایی وجود داره به نام ناکجا. جا نداره. اینا الان اونجان. در یک فضای مجازی این دوتا قبول کردن، وارد شدن در کره زمین. اشکال این که اینها به کره زمین رانده شدن این است که اینها بیلیو نداشتن که کسی گولشون نمیتونه بزنه. تخم گول زدن و خدا کاش تو دل اینا، یعنی به اینا گفت مراقب شیطان باش. شیطانی وجود نداشت. یعنی خدا به آدم و حوا کلک زد، گفت آدم و حوا، گفت بله، گفت مراقب باش که شیطان گولت نزنه. این دوتا از اون موقع تخم نفاق توشون کاشته شد. گفت پس حتما یه موجود دیگه هم وجود داره، نمیدونن خودشونن فقط. بعدش چی شد؟ بعد موجودی وجود نداشت. خدا هم گفت مگه نگفتم از این نخور؟ گفت چرا؟ گفت پس چرا خوری؟ گفت اون یارو ماره گول زد، اون یارو ازن نبود. خدا گفت آفرین، توجیه در شب بخیرانم توضیح دادم. یعنی چی؟ یعنی بچه من دست میکنه تو جیب من، پول ور میداره میبره، کیک میخوره. بچه 5 ساله بیش میگم بابا پول منو نیدی؟ میگه نمیدونم، من نیدم، فکر میکنم که پولت گم شده. بعد برای اینکه اون ناراحت نشه میگم آی راست میگی، نکنه گم شده. هموطن کلن رو هواییم، شیطانی وجود نداره هموطن، جهانی اصلا نیست. آدم و حوا اونجا وایستادن و عین مشکلات روحی، خدا بهشون گفت یه موجود دیگه ای شما رو گول میزنه و اونها هر کاری خودشون کردن نفتن گردن اون موجوده و اون موجوده چند میلیارد سالی که وجود داره هی هم رشد میکنه الان. یعنی موجودی که وجود نداشته طبق این جمله، تا که ما آن جمله را بشناختیم بهر هر یک اسم و معنا ساختیم. بعد اسمش گوشن شیطان رجیم. شیطان رجیم کجا؟ تو منه، تو توه. آسمان کجا؟ تو منه، تو توه. شما پس نتیجه دوباره مرور میکنیم ببینیم کوانتوم به ما چی میگه. از اول دنیا رو نگاه میکنیم. وقتی شما ماهو نگاه میکنید، چون شما ماهو نگاه میکنی ماه هست هانی. وقتی شما ماهو نگاه نکنی ماه نیست هانی. شما دقیقا مامانتو الان باور کردی روبروت نشسته هانی، پس مامانت هست هانی، احترام بذار. حالا که انقدر خنگی فکر میکنی که رهبری وجود داره که داره تو رو ستم میکنه به تو، پس زجرش هم بکش، چشت درات. تو باور کردی وجود داره و همین خاطر میری تو شکنجگاه، باور داری ناخونتو بکشن درد میاد، اونم میکشه درد میاد.
یعنی در از تو باور کردی که یکی بالا سرته که داره میزنه تو سرت که تو مقصر نیستی، حالا باید بری جواب بدی تمام این دنیا پشت سر هم چیده شد. خشت اول چون نهار میمار کنج، با سریا میره و دیوار کنج. اینو نفهمیدی؟ خشت اول کدوم معمار کج نه، خود آدم و حوا کج گذاشتن، تا الان همیده داره کج میره. هی انسان های کامل میان اینو صاف میکنن، هی دوباره کج میره. چون بیلیو تو اینه که گرگ تو رو میخوره و اصلا گرگ شخصیت اینقدر داره که تو رو نخوره، ولی تو باور میکنی که گرگ بعد تو رو بخوره و تو رو میخوره و میخوره. دانشمندا میان فت میگیرن، سه میگیرن، هفت میگیرن، بالا سر گلم پرت میکنن، به به مرد کی شد؟ گرگ خوردش. خیلی بامزه است. و هر ثانیه مثل من و تو میاد در جهان هستی و اون دریا موج تولید میکنه و این حباب ها میان و یونیورس آغاز میشه. موجود مسخره‌ای به نام زمان که وجود نداره، به دلیل اینکه تو باید موضوع رو بندازی گردن یکی دیگه، زمان تولید میشه، توجیه تولید میشه، خیال تولید میشه، قیاس تولید میشه، گمان تولید میشه. من حالا این شعر رو یه بار دیگه یه جور دیگه میخونم. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از هر آنچه که دیده ایم و شنیده ایم و خوانده ایم رو اگر بفهمیم خوشگله رو میبینی. پس برای اینکه خوشگله رو ببینی باید از چی رد چی؟ از خواندن و نوشتن و فهمیدن و دیدن و فکر تو. ای برتر از خیال و قیاس یعنی خدا برتر از هو، برتر از انسان کامل یعنی الله، برتر از خیال و قیاس و گمان و وهمه، از هر آنچه که دیده ایم و شنیده ایم و خوانده ایم. وقتی اینا رو پشت سر میذاری، فوتونی که از تو نجات پیدا میکنه و آزاد میشه، چیزی رو میبینه که میفهمه. به دریا بنگرام، دریا تبینم. به هر جا بنگرام، هر جا تبینم. یعنی چی؟ یعنی لحظه‌ای که اونو میبینه حالا متوجه میشه که مجبوره برگرده کره زمین، چون یه ننه ی آفریده بعد اینو گندش کنه بفرستش بره. اینه بچه عروسک بازه که بچه میخواد بخوابه، عروسکشو میخوابونه میره. و همه ما میدونیم اون عروسک زنده نیست و موجود نیست و وجود نداره. هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست، جمله در تغییر و سیر و سرمدیست. پس دوباره مرور میکنیم، دانشمندا تایید میکنن. وقتی یه دانشمند یه حرفی ما رو تایید میکنه، نشون میده که خدا نمیتونه دخالت کنه، چون دانش الان تا اینجاست. هر سلولی رو که من گناه میکنم امشب با سلولی که هفته بعد باش گناه میکنم اصلا اون سلول نیست، پس نمیتونن منو عذاب بدن. هموطن ناراحت نباش. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. یعنی این کلن زیر سواله، چطوری خدا من امشب یه دوزی کردم هفته بعد سلولام کلن عوض شده، سلولهای عوض شده منو عذاب میده؟ چرا من سلول های الانم داره گناه میکنه، سلول های بعدی معلوم نیست؟ به همین خاطر میگن هیچ کسو من نکن. توی نفس کشیدن، دم و بازدم، یهو کافر و مومن تولید میشه. پس به هر نفسی شکریست واجب، هر نفسی که فرو میرود مومد حیات است. دوباره این شعر سعدی رو مرور میکنیم. پس هر نفسی که فرو میرود چی است؟ ممد حیات است، ادامه دهنده حیات است. یعنی چی؟ یعنی شما نفسش تو که میدید تو ماهو متاسفانه باید ببینی. یعنی تو باید بشناسی. وقتی تو میشناسی میبینی. پس ماهو وقتی میبینی ماه هست. از نظر مریخ ماه اصلا وجود نداره، یعنی روح مریخ ماهی نمیبینه. خورشید هیچ کسی رو دور خودش نمیبینه، داره میچرخه. هموطن، به بشر یعنی به انسان، نه میمون، نه خر، نه گاو، به انسان چیزی دادن که هر چی که ببینه به وجود میاد و اسم میذاره روش. تا که ما آن جمله را بشناختیم، بهر هر یک اسم و معنا ساختیم. پس جهان هستیم میلیارد ها میلیارد، بی نهایت مسیره و هر چی ما بریم جلوتر پیدا میکنیم اسم میذاریم و اونا وجود ندارن. بار دیگر این ذرات آشنا، غرق میگردن در گرداب ها. میگه تمام کهکشان ها و جهان هستی و اینا میرن تو گرداب ها. پس موج دریا و گرداب و
چنین حاول حافظم میگه رو هوایی. فیزیک کوانتوم به صورت رسمن اعلام میکنه جهانی وجود نداره هموطن، اما دانشمندان نمیخوان اینو به تو بگن، زیرا که لحظه که چشماتو ببندی و باور کنی که جهانی وجود نداره، دیگر وجود نداره. برای اینکه لحظه چشماتو ببندی و بفهمی که جهانی وجود نداره و در کجای جهان زندگی میکنی یا در کجای ناجهان زندگی میکنی، به قول مولوی ناکجا رو پیدا کنی، راهش این است که انسان کامل رو پیدا کنی، آن چیزی رو که به تو میده رازش در همون فوتون آزاد شده توست، اون وقت اون ذره تصمیم میگیره. پس انسان کامل به موجودی میگویند که دارای تولید کننده موج و ذراتی است که همشون هوشیارن و شکل رو برای هر کسی یه جوری درست میکند، یعنی دنیای مجازی رو درست میکند بر باور ذهنی خودش در دنیای خیال خودش، که ما لای خیال انسان کامل داریم غوطه‌ور میشیم و با هم زندگی میکنیم. زمانی که انسان کامل خیالش رو به هم بزند کلن همه چیز نابود میشود. برای همین است که میگن انسان کامل ها پشت سر همن و قوت باید ستون خاک را. اگر انسان کامل پشتش انسان کاملی کمتر از یک صدم ثانیه نباشد جهان از بین میرود. همین خیال اونی که ما داریم توش زندگی میکنیم. برای همین تمام اهل تصوف عرفان لا خیال ایشون و لای اون خال ایشون گیجند. پس هر موجودی در جهان هستی در باور خیالی انسان کامل داره رشد میکنه و تو اونجا ماشین میسازی و به هم ظلم میکنی و اون قشقش داره میخنده، نه به تو نه به من، و آن کسی که دنیا را جدی گرفته است. پس هیچ کس در جهان کشته نمیشود و هیچ کس نمیمیرد، هیچ عزرائیلی وجود ندارد. این دنیایی که تو توش باید باشی دنیای خیال انسان کامله. به همین خاطر انسانهای کامل در حال پیشرفتن. زمانی میرسد که انسانهای کامل شروع میکنن این خیال را جمع آوری کردن و برگردوندن به ذاتی که باید برگردونن، اون وقت بهش میگن انا الیه راجعون، یعنی انسان کامل آخر نسبت به حضرت آدم و حوای ادیان انقدر پیشرفت کرده که متوجه میشه که شیطانی وجود نداره هم بدن. و این پیشرفته سیر سرمدی است، هیچ چیز ثابت و بر جای نیست، جمله در تغییر و سیر سرمدی است. ذره ها پیوسته شد با ذره ها تا پدید آید همه عرض و سما، تا که ما آن جمله را بشناختیم بهر هر یک اسم و معنا ساختیم. ما ساختیم، وجود نداشت. بار دیگر این ذرات آشنا غرق می‌گردند در گرداب ها، ذره ها از یکدیگر مگسسته شد باز بر شکل دیگر پیوسته شد. بله، یعنی این ذرات دوباره برای اینکه متوجه شیم یعنی چی، یعنی میگه که این موج که میاد حباب درست میشه، دوباره حبابا میره تو دریا، موج بعدی که میاد دوباره حباب دیگه درست میشه. برای همین دانشمنده برای اینکه این موضوع رو بفهمن اومدن جهانهای موازی برای خودشون فکر کردن تو این چند سال گذشته. راز در اینه که نور هم ذره‌ای هم موجی هم چیز دیگه که برنامه 200 به بعد بفهمی از مولوی. اینو هنوز دانشمنده نمیدونن. قربون شکل ماهت برم. مرسی که این برنامه رو گوش کرد. نمیدونم گوش کردید یا نه، چون در دنیای موجی شما بی خودی گوش کردید. این برنامه مال 25 میلیارد سال آینده است که داری شما گوش میکنی و میلیاردها میلیارد سال گذشته رفته، ولی چون تو گوش میکنی وجود داره و حسینی که نیست ولی هست، و این صدا رو به گوش تو هوایی که نیست ولی هست، توسط امواجی که نیست ولی هست و میکروفونی که نیست ولی هست، تو میشنوی و بعد میفهمی و خوراک روحت میشه که هست ولی فکر میکنی نیست، و خوابت میشه که هست ولی فکر میکنی نیست، و جهان دیگه ای که هست ولی فکر میکنی نیست، و خیال انسان کاملی که هست و تو فکر میکنی که نیست. متاسفانه این خوراک همون خوشگله میشه، زیرا که خوشگله داده که این موضوع به خوشگله برگرده. لای این ناظرهایی وجود دارن مثل من و تو که هر وقت سرشون رو بالا کنن خوشگله رو ببینن، اونجا موج قطع میشه و بهشون میفهمونن که پس به هر دوری ولی
قائم است آزمایش تا قیامت. دائم است. برنامه خود سخت بود، اما به دلیلی که بعدها میخوام برگردم یه توضیحاتی رو این بدم، وقتی گفتم فیزیک کوانتوم یعنی تو بدین او مای گاد یه چیز جدید، اصلا چی نیست، اصلا هیچ کس نمیدونه، مجبور شدم که اینجوری حرف بزنم. به عنوان مثال اگر مردم جهان بفهمن که جهنم رو ساخته، خب حتما میکشنش یا پدرش رو در میارن. اگه قول بدیم که ما دست به کشتار نمیزنیم، هفته دیگه بنده خواهم گفت که جهنم کی ساخته. برای همین کوانتوم رو توضیح دادیم تا سازنده جهنم رو فعلا هفته دیگه توضیح بدیم براتون، تا بریم جلو ببینیم چه خواهد شد. قطب باید عالم افلاک را، محوری باید سکون و یا ستون خاک را. مرسی که به حرفای مولوی و سعدی و حافظ گوش کردیم، چون این برنامه مال من نیست. بدرود.